Afghanistan International Media, voice of the voiceless. سلام و درود عرض می داریم خدمت تمام شما شنوندگان عزیز ما در سراسر جهان. با آرزومندی آرامش و یک صلح پایدار در کشور عزیزمان افغانستان این برنامه را حضور شما عزیزان پیشکش می نماییم. من انیتا شریفی با همکاران عزیزم از استدیوی افغانستان انترنشنال میدیا و مهاجر تیوی از شهر آمستردام کشور شاهی هلند در خدمت شما قرار داریم. شنوندگان عزیز، چند قبل یکی از فرزندان ناخلف غنی فاشست با یک لشکر تا دندان مسلح وارد بهسود گردیدن. همین که در این منطقه وارد شدن هر شخصی که سر راهشان آمد بالایش فایر کردن. بعد به علت اطمینان خاطرشان با تانک از روی اجساد کشته شدگان رد شدن. که با تأسف حدوداً 15 تن از مردم بیچاره بهسود را به شهادت رسانیدند، 10 تن را زخمی کردند و 10 تن دیگر را به جرم هزاره بودنشان به اسارت گرفتند. بعداً این قاتل با تمام عساکرش توسط هلیکوپتر دولتی به قصر غنی فرار داده شد. متاسفانه امروز خبر شدیم که به رسم تقدیر از کشتار این شخص به فرمان آقای غنی مجدداً به صفت قماندان امنیه لغمان مقرر گردید است. به علت بس روی این موضوعات امشب محترم محمد جان ابراهیمی فعال مدنی ولایت بامیان را به برنامه دعوت کردیم تا صدایشان را برای همه هموطنان در اکثر نقاط جهان و مسئولین حکومت افغانستان وسیله شویم. از شما عزیزان گرامی خواهشمندیم تا این برنامه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. و همچنین شما نیز می توانید سوالاتتان را بنویسید و آقای ابراهیمی در لابلای برنامه خدمت شما عزیزان پاسخ ارائه خواهند کرد. آقای ابراهیمی سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. سلام به شما و همکاران عزیز شما و همه شنونده‌های شما. تشکر. آقای ابراهیمی، قبل از اینکه به سوالات اصلی بپردازیم، اینو میخوایم از شما بپرسیم که چرا حکومت افغانستان با مردم هزاره اینطور برخورد وحشیانه میکنه؟ هدف اصلی حکومت از این گونه اقدامات عقده مندانه از دید شما چی میتواند باشد؟ بله. این رفتار حکومت از سالهای خیلی طولانیه که با مردم هزاره چنین رفتاری میکنه، از زمان عبدالرحمن خان گرفته تا زمان داوود و تا زمان ظاهرشاه و نادر همیشه مردم هزاره تحت ستم بوده و هیچ وقت حقی برای مردم هزاره قائل نبوده، همیشه هزاره را سرکوب میکردن. و همینطور خود شما خوب میدانید که در زمان عبدالرحمن خان بیشتر از 60% مردم ما را قتل عام کردن و ای به ای بلکه بسنده نکردن، زمین های مردم ما را به ناقلین یا همان کوچه ها دادن و همچنین در ای اواخر هم حکومت غنی هم همین برنامه را دارد. در این شرایط حساس که حکومت به طور بی سابقه تحت فشار جامعه جهانی قرار دارد که باید حکومت موقت بپذیرند، آیا دشمنی و مخالفت با یک کتله بزرگ مردم افغانستان یعنی هزاره های افغانستان چرا در دستور کارش قرار داده است؟ یک مسئله است، میگه آب را گلالود میکند، ماهی مقصود را میگیرد. دست به خشونت ها میزند، دست به تبعیض میزند، دست به جنایت میزند تا ای که بتواند چند مدتی به حکومت خود دوام بدهد و بقای حکومت خود را از این طریق میخواد. اینا تشکر آقای ابراهیمی. میخواهیم که خودتان را مکمل به شنوندهای ما معرفی کنید و فعلا در کجا تشریف دارین؟ من محمد جان ابراهیمی، یک از فعالین مدنی ولایت بامیان و کارمند ریاست تربیت معلم بامیان میباشم. فعلا هم در بامیان زندگی میکنم و همچنین در زمان جنگ طالبان به کشور پاکستان ایران مهاجرت کردم. در سال 1390 دوباره به وطن برگشتم. در سال 1395 با آمدن اشرف غنی به ولایت بامیان در چوک علکن به طور وحشیانه از طرف نیروهای ویژه ریاست جمهوری لطکوب شدم که تا هنوزم از نگاه جسمی و روحی خوب نشدم. بعد از این واقع من یکی از فعالین مدنی و منتقد دولت و حکومت محلی بامیان شدم و در اکثر تظاهرات و مایه‌هایی که به نفع مردم ما بودن شرکت کردم و همیشه از کارکردهای
او به دولت حمایت کردم و از کارهای منبی آن انتقاد کردم و بعد از این کار را هم فهم کردم. بله، روی چه علت شما را لاتکوب کرد؟ اگر بیشتر توضیح بدین. بیشتر ما روزی که هشت سنبله وقتی که اشرف غنی آمد در بامیان، بامیان تبدیل به یک وحشت سرا کردن. در همان وقت اکثر فعالین مدنی را بازداشت کردند. بله. و خبرنگارا را هم بازداشت کردند و مورد لاتکوب قرار دادند. در اینجا بود در روی چو در چوب گلکان مردم زیاد جمع شده بودند. اینجا وقتی که همین نیروهای پی پی اس یا گارد ویژه اشرف غنی مردم را مورد لاتکوب قرار داد و ما را هم اونجا لاتکوب کردند. از جمله این چیز، از جمله دردآور این بود برای من که وقتی که ما را لاتکوب میکردند توهین و تحقیرم کردند. توهین و تحقیر چی؟ بدترین توهین و تحقیر چی بود که هزاره مشخور، هزاره جوالی، هزاره جوالی، اینم حق شماست. حق مردم با قلم نمیگیره، با سنگ میگیره. متاسفانه. تشکر. چند قبل شما یک مصاحبه در فضای مجازی نشر شد که گویا شما به جرم اعتراض به والی و وزیر و زیر سوال بردن کارکردهای دولت و اعتراض در فیسبوک بازداشت شده بودید. مختصرا برای شنوندگان ما شرح ماجرا را توضیح بدین که قضیه از چه قرار بود. متاسفانه بله همینطور شد. من به تاریخ 28 ماه قبل رفته بودم به کابل، خانم خورا برده بودم، اما در تاریخ سی ماه گذشته برای ما حکم بازداشت بر شده بودن تا اینکه من در 11 ماه جاری به وطن به بامیان برگشتم. خود چون میدونین که در مرگ چه جای خطرناکی از در مرگ آمدم. وقتی که رفتم سر کار خود حاضری خود امضا کردم، 15 دقیقه بعدش از طرف قماندانی جنایی و قماندانی و امنیت قماندانی اینا 5 نفر آمدن و من رو گفتن که محمد جان ابراهیمی شما هستین؟ گفتم بله. گفت حکم بازداشت صادر شده. گفتم برای چی؟ گفت به خاطری که والی و قماندان امنیت دستور دادن و من رو گرفته بردن در جنایی. در جنایی با وجودی که لباسای خود گفتم بگذارین من لباس خود برم تبدیل کنم، حتی نگذاشت لباس خود تبدیل کنم. گفت فقط دستور داده که تو رو دستبند زده بیاریم، اما ما یک انسانیت میکنیم، تو رو دستبند زده و پشت نینجر نمبریم، یک موتر شخصی آوردیم بریم. وقتی داخل قماندانی شدم در جنایی، اینجا هم اهانت زیادی به من کردن. همه تلاششان این بودن که تو دیگر در فیسبوک ننویست، تو یک کارمند دولت است، چرا کارکردهای دولت انتقاد میکنی؟ مگر بامیان وکیل پارلمان نداره، مگر شورای ولایتی نداره، مگر رسانه نداره، تو چرا اعتقاد میکنی؟ من گفتم هر کس رسانه خودش، هر کس میدانه و دلش میدانه باید انتقاد کنیم. من از کارکردهای خوب دولت حمایت میکنم، از کارکردهای بدش انتقاد میکنم. از جمله اعتراضی که سر برای ما داشتیه که گفتن تو چرا نوشته در صفحه فیسبوک که والی بامیان در ولسوالی ورس رفته دو دانه سولار و یک دانه بیتری اشتباه کرده و اونجا سوال کرده که آیا هزینه رفت و برگشت و کرایه و سفریش بالاتر از این پروژه نمیشد؟ و همچنین اون طفلی که از شفاخانه گم شده بود در میراشیم پیدا شد، همه تعریف کرد اثرهای جنایی و قماندان امنیت، اما تو انتقاد کردی و اصل ماجرا رو گفتی که چطوری پیدا شد و چرا مردم ساکیتن. اینا بزرگترین ضربه هست. در همان روز برای ما ساعت 11 و 10 دقیقه که ما رو برده بودن، 11 و نیم تا ساعت 3 را برای ما رسونایی پرونده درست کرد. متاسفانه ما ساعت 3 و 10 دقیقه ما را در سرانوالی برد. سرانوالا هم برخورد خیلی زشت کردن. وقتی که دیدن نام والی و قماندان امنیه اینا نوشته گفتن، برای ما خیلی برخورد زشت کردن که تو چرا با اینا درگیر شده، چرا اینا را چی با از اینا اعتراض میکنی؟ اما اونجا ما را تحویل نگرفت. یک شب ماندم در قماندانی، فردایش هم ما را بردن اونجا. به هیچ گونه اسناد هم نداشتن، فقط اعتراض فیسبوکی من بود. فردا ساعت 4 امروز ساعت 4 ما آزاد شدم تحت ضمانت. فردای دیگهش رفتم اونجا، ازم سوال کرد. من گفتم من از حق سکوت خود استفاده میکنم تا زمانی که قانون ای هر کس که متضرر شده والی قماندان امنیه رسما علیه من عریضه کنه و بیاد اینجا، یک سوال از او شو یک سوال از ما شو، اگه میخواین پرونده درست شه. اونا برای ما اینو میگفتن که نه، تو متهم هستی و تو باید اینجا برای ما تعهد بدی که بعد از این هیچ گونه اعتراض علیه حکومت نمیکنی. من گفتم هیچ وقت تعهد نمیدم و اگر 10 سالم زندان شوم
من اعتراض خود ادامه میدم و این اعتراض باعث آگاهی مردم میشه. متاسفانه بازم تاریخ 13 حوزه 4 ما رو باز دوباره بازداشت کردن، بردن اونجا تحویل دادن. اونا گفتن که بابا اینا رو ما وقت گرفتیم، چرا دوباره بازداشت کردیم؟ در روز پنجشنبه هفته گذشته، چهارشنبه، برای زامین من زنگ زدن که تو محمد جان ابراهیم رو روز پنجشنبه بیار که محکمه شه. وقتی من زنگ زدم که بابا اینا باید علنی شه، گفتم محکوم هستی، تو چیزی گفتن نمیتونی. روز پنجشنبه هفته گذشته وقتی رفتم محکمه، قاضی بودن، دو سه دانه قاضی بود، سرانوالی که علیه ما بودن، علیه دعوا باز کردن، اینا بودن و در اونجا هم برخورد انسانی خوبی نکردن. متاسفانه من از زمانی که لدوکوب شدم، از نگاه از پا و کمر بسیار اصابه جدی دیدم. یعنی مرا سر پای یک سات نیم بیشتر استاد کردن. همیشه میگفتن که من وقتی گفتم، اعتراض کردم که بابا من هیچ حق دسترسی. بله. بله، با معذرت شنوندای عزیز، ببینین که از طریق مردم چی جریان داره، چی وضعیت است. دم از آزادی بیان میزنن، بعد نمیگذارن که کس صدای خود بلند کنه. همکارم کوشش داره که آقای ابراهیمی را دوباره روی خط بیاره، ارشالا که با ما باشه تا بتانیم واقعا صدای از این مردم مظلوم انعکاس دهندش باشیم. بله آقای ابراهیمی. برای من فشار میرزن که تو الان یا از خود دفاع کن یا وکیل بگیر. گفتم من اونقدر ماش ندارم که من وکیل بگیرم. آقای ابراهیمی صدایتان بسیار ضعیف است. برای من قاضی ها فشار زیاد میورد که همان وقت همین لحظه یا از خود دفاع کن یا وکیل بگیر. من برایشان گفتم من وکیل نمیتونم بگیرم و از خود دفاع هم نمیتونم، برای از اینکه پرونده در اختیارم قرار داده نشده. برای من میگفتن تو متهم هستی، پرونده در اختیارت قرار داده نمیشه. و تا ای که مرا بعد از توهین های زیاد، حتی پلیس صدا کرد که بزرگ سر ما بعضی اسنادار امضا کردن، اما من امضا نکردم. تا 1.5 ساعت اونجا با هم بحث داشتیم و هر بار که بحث میکرد تو کارمند دولتی نباید انتفاع کنی. فقط همه کوششان ای بود که من باید علیه دولت دیگه ننویسم، یک ضمانت خطی کافی برای اونا بدم و ایرا ما قبول نکردم. من گفتم من اصلا این محکمه رو قبول ندارم، برای این که محکمه پشت درهای بسته برگزار شده، باید در این محکمه ما رسانه ها حضور می داشتن. اما کجا بود گوش شنوا؟ تا این که وقتی که من قبول نکردم، پرونده رو دوباره برگشت زد به سرانوالی و برای سرانوالم گفتن که تو باید اینجا کسی که شکایت کرده و نامی از والی آوردن، از قماندان امنیه، اینا باید رسما شکایت کنن. حالا دیده شود که چی میشه. آقای ابراهیمی، آیا برخورد مقامات با تمام معترضین که کارمند دولت هستن به همین صورت است یا فقط خاص با شما این برخورد کردن؟ متاسفانه با همه یکسان هستن. دولت به خاطر اینکه صداها را خفه کنند، باید دیس به این چند اعمال میزنن. چند روز قبل خودان شما هم شنیدین که در رسانه ها، اعصاب رسانه، یک اعلامیه دادن که حکومت محلی با من هیچ گونه همکاری نمیکنه با جامعه رسانه ها و هیچ اختیار را و هیچ اسنادی و هیچ گزارش را در اختیار ما قرار نمیدن. مردم ولایت بامیان بارها تظاهرات کردند مقابل از این والی فعلا و هیچ کس ازشان رضایت نداره. چطور اعتراضا به جای نرسیده؟ خب والی بامیان وابسته به ارگ است، یک حلقه خاصی هستند که هر چیز از هر تصمیم گرفته میشه و در اینجا متاسفانه مردم هیچ کاره هست و هیچ وقت گوش شنوایی نبوده که صدای مردم را بشنود. اگر ما کارکرد والی بامیان مورد ارزیابی قرار بدیم در ولایت سرپول، در ولایت غور، در ولایت دایکنډی، اینا چی کارهایی بود که نکردن و از اونجا هم با اعتراض مردم روبرو شدن. فعلا با مشکلات پیش آمده که از طرف حکومت برایتان اتفاق افتاده، میخواین چطور کنار بیاین؟ آیا رو به کار آزاد میکنند یا کدام شغل دیگر در نظر دارین؟
من خودم کارمند هستم و تا زمانی که بیتونم اونجا کار میکنم، اگرچند روی من فشار زیاد آوردن که تو کارمند هستی باید از کار استعفا بدی، و در چند مدتی که کابل بودم همی رقعه رخصتی من معامله نشد به رخصت و غیرحاضر کردن، تقریبا 18 روز غیرحاضر کردن. در قانون خدمات ملکی هستن که هر کس 20 روز غیرحاضر شود از کار منفک. تمام تلاششان اینه که از کار منفک شم. البته در زمان والی قبلی زهیرم که بودن همین فشار روی من آوردن که تو کارمند دولت باید از کار استعفا بدی، اما من استعفا ندادم و حالا هم تا زمانی که بتونم کار میکنم و اگر دیدم زیاد مجبور شدم رو میارم به کارهای آزاد. تشکر. در این مصاحبه میدانید که ممکن است پیامدهای منفی برای زندگی شما داشته باشه، با این حال از اینکه حاضر به مصاحبه شدین از شما تشکری میکنیم. جهان سپاس. ما هیچ وقت همه هرچی که حقیقت ها بوده میگیم و بعد از این هم میگیم و هیچ ترسی از کس هم نداریم. آزاد بودیم و آزاد هستم و آزاد هم زندگی میکنم. تشکر. با عرض سلام و درود مجدد خدمت تمام شنوندگان گرامی ما در سراسر جهان، به خصوص عزیزانی که تازه به ما پیوستند. شنوندگان گرامی، ولایت زیبای بامیان یکی از امترین و برعکس یکی از محرومترین ولایت افغانستان به حساب می آید. هوای سرد و طولانی بودن زمستان در این سرزمین کوهستانی و عدم امکانات رفاهی علت اصلی فقر در این ولایت می باشد. به علت بس در مورد مردم محروم این ولایت و مناطق مرکزی افغانستان یکی از روشنفکران فعال این سرزمین و فعال مدنی ولایت بامیان محترم محمد جان ابراهیمی را در برنامه دعوت کرده ایم. از اینکه دوی شرایطی که دارن دعوت ما را پذیرفتن از ایشان مجددا ابراز امتنان می نماییم. از شما عزیزان گرامی خواهشمندیم تا این برنامه را به اشتراک بگذارین تا بتانیم انعکاس دهنده صدای مظلومین شویم، و همچنین شما نیز می توانید سوالاتتون را بنویسید و آقای ابراهیمی در لابلای برنامه خدمت شما عزیزان پاسخ ارائه خواهند کرد. آقای ابراهیمی، میریم به طرف ولایت زیبای بامیان. از قضیه حادثه تروریستی در بامیان خیلی وقت میگذرد، گویا چند نفر نیز در این رابطه دستگیر شدن و اعتراف هم کردن. آیا خبر دارید که عاملین این جنایت محکمه شدن یا خیر؟ متاسفانه در حادثه چهار قوس که در بامیان اتفاق افتاد، به تعدادی از 23 تن از هموطنان ما که اکثریتش نانآور خانواده بودند، کراچی داشتند، رو کارهای روزمزدی میکردند، اینها به طور فجیعی به شهادت رسیدند و همچنین بیشتر از 63 تن دیگر زخمی شدند. این یک حادثه دلخراش بود که بعد از حکومت فراپوشی رژیم طالبان همچون اتفاق در بامیان نیفتاده بود. این اتفاق ناگوار را من از کمکاری والی و قماندان امنی بامیان می‌دانم. برای اینکه به همه شنونده ها و بیننده ها واضح سازم که شهر بامیان بیشتر از 500 متر طول و بیشتر از 20 متر عرض ندارد، اما نیروهای امنیتی بامیان بالای 500 نفره. اگر برای هر نفر به طور مثال 1 متر مربع در نظر بگیریم، اینا چطور نتونستن از 1 متر مربع حفاظت کنند؟ و همچنین کسانی که در این حمله دست داشتن خودشان کارمند قماندانی امنیه ولایت بامیان بودند. متاسفانه که هیچ وقت مقامات بلندپایه بامیان، چی قماندان چی والی بامیان، هیچ وقت اونا را افشا نکرد که کی بود و از کجا بود و چرا این کار کرد، و همچنین اونا به طور علنی هیچ وقت محاکمه نشد. و هیچ کسی خبر نداره. این دواله از ابهام است که مردم بامیان بیشترین نگرانیش ای وقتی با مردم صحبت کنیم میگه والی و قماندان امنیه بامیان چرا برای مردم وضاحت نمیده؟ مگر ما جان مردم ارزش نداره؟ 2 تا 3 تا 4 تا تروریستی که گرفتن کجا شد؟ سرنوشت از کجا شد؟ چرا محکمه علنی نکردن؟ ای درد مردم بامیان. فکر میکنید کمکاری‌های سطح رهبری در ولایت بامیان دلیل عمدهش از دید شما چی باشه؟ چرا با مردم سر دشمنی را باز کردن؟ دلیل عمدهش اینا که هستن ضعیف هستن و ناکارا و ناتوانن.
وقتی که کسی در یک رأس قرار بگیره، اگر توانا باشد همه چی را با مردم رو راست و صادقه، اما حکومتی که ضعیفه و ناتوانه همیشه هر چی را به حاله از ابهام قرار میده و مردم را در بیخبری قرار میده که نشود یک وقت مردم اعتراض کنند. اینا ضعف مدیریتی داره. خواست مردم بامیان در حال حاضر از مقامات حکومتی چیست؟ خواست مردم بامیان از حکومت محلی بامیان نیست که دیگر دست از تبعیض و نفاق اندازی بین اقوام همه برادر و برابر مردم بامیان بردارد و همچنین دیگر خود شما میدانین که دوره دوره رسانه شده و هیچ کارشان پنهان نخواهد ماند و باید هر چی که است با مردم خود صادق باشد. مردم بامیانی که با فقر دست و پنجه نرم میکند باید به کارهای حکومتی سهولت بیشتر بده و همچنین حالا میدانیم خود ما خوب شاهد عینی هستیم که عریضه های طویلی در پیش والی میرود، هنوزم کارها اجرا نمیشود و همچنین برگشت های پولی که امسال از ولایت بامیان برگشت کرده این قابل جبران نیست. به طور نمونه من خدمت شما عرض میکنم برگشتی از فواید عامه بیشتر از 41 میلیون افغانی، برگشتی از تربیت بدنی بیشتر از 10 میلیون افغانی، برگشتی از کمیسیون انتخابات بیشتر از 1 میلیون افغانی، برگشتی از احصایه و معلوماتی هم بیشتر از 1 میلیون افغانی، در مجموع برگشتی پول بیشتر از 114 میلیون افغانی می باشد. مگر بودجه گرفتن کار آسانیه در بامیانی که با فقر دست و پنجه نرم میکند، تبعیض از در و دیوار این میبارد برایشان، مرد هیچ وقت دیده ندارد حکومتی ها که بامیان رشد کند. اینا برگشتی پول، اینا همهش از ناکاره های حکومت محلی بامیان است. مردم تقاضا دارد، مگر تقاضا دارد که اینا خدا نه اصلاح کنه و دلشان برای مردم غریب بامیان بسازد. تشکر. سوال دارم از همکار عزیزم بانو سیمانوری از کشور نروژ. سلام تقدیم کردن، گفتن بازسازی بت‌های بامیان که دولت سالهاست وعده‌اش را داده بود و در زمان حکومت کرزی به این امر اصلا توجه نشد. آیا در دوران حکومت اشرف غنی این بازسازی ادامه خواهد یافت یا خیر؟ سلام خود را خدمت تیزی خواهر عزیز خود تقدیم می‌دارم. نه هرگز بت‌های بامیان بازسازی نخواهد شد و هیچ وقت بازسازی هم نخواهد، برای اینکه حکومت، برای اینکه دولت هیچ وقت توجهی به بامیان ندارد و هیچ برنامه هم ندارد که بامیان، بت‌های بامیان بازسازی شود. چند قبل فعالین و جامعه مدنی بامیان دست به یک ابتکار زدن و یک شکایت نامه نوشته کردن و از جامعه جهانی خواستند که دولت وقتی کاری نمیکنه باید جامعه جهانی بیاد این بت‌های بامیان را بسازد که نماد و نماد از قدیمی بودن بامیان است و تنها بلندترین بودی در دنیای که در بامیان بوده و در روزگارهای قدیم اینجا مکان مقدسی برای بودایان بودن و همچنین بعد از او جاذبه های توریستی دارن بامیان، نه بلکه بودا. بامیان شهر غلغله دارد، بامیان شهر زهاک دارد، بامیان جایهای دیدنی زیاد دارد. متاسفانه که هیچ کاری برای بامیان نشده است. تشکر. عمده مشکلاتی که در سطح ولایت بامیان و ولسوالی ها وجود داره از دید شما چی ها هستند؟ در ولسوالی ها اکثریت چی نبود انکشاف، نبود انکشاف، نبود بودجه، نبود پروژه های مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند و هیچ بودجه در ولسوالی های در ولایت بامیان تطبیق نشده و در ولسوالی ها همچنین بودجه ای که تطبیق میشه در ولسوالی ها حداقل به ارزش 1 میلیون افغانی. این بودجه را اگر شما در نظر بگیرید با بودجه ولایت کنر، در ولایت کنر برای پشبن یا همو پشاخانه تقریبا 10 میلیون دلار در نظر گرفته میشه، 10 میلیون دلار در نظر گرفته میشه، اما در برای بامیان هیچ نوع بازسازی نشده، هیچ نوع بودجه ای در نظر گرفته نمیشه. کل بودجه بامیان بزن به 3 میلیون دلار نمیرسه. شورای ولایتی بامیان آیا با جلساتی که مرتبا برگزار میکند به مشکلات مردم رسیدگی میکنند یا آنها هم سلیقه‌ای و سمتی برخورد میکنند؟ همین سوال شما را اگر از حق بامیانی سوال کنی بامیانی ها جواب میدن که با
بعد از شهید زهاک دیگه فاتحه شورای ولایتی بامیان خوانده شد. شورای ولایتی بامیان دیگه هیچ کاری نمیکنه برای مردم بامیان، هیچ وقت صدای خود بلند نمیکنه. رئیس شورای ولایتی با اعضای شورای ولایتی در تضاد و در کشمکش هم. تنها کاری که شورای ولایتی کرد به خاطر رئیس صحت عامه، به خاطر رئیس صحت عامه که امنیت ملی بازداشت کرده بودند، یک تظاهرات را راه انداختند که در او تظاهرات هم بیشتر قومی بودند، از اقوام محترم سادات بودند که خود سید هاشمی رئیس شورای ولایتی هم از اقوام سادات است. با این خاطر یک تظاهرات را راه انداختند و رئیس صحت عامه را از بند امنیت ملی آزاد کرد. تشکر آقای ابراهیمی. وضعیت امنیتی شهرهای مواصلاتی ولایت بامیان با سایر ولایت ها به چه صورت است؟ آیا خبری در دست دارید؟ متاسفانه شهرهای مواصلاتی ولایت بامیان خیلی ناامنه، از جمله میدان وردک، که دره میدان وردک مسما به دره مرگ شده. هر هزاره از اونجا در هر سال از هزاره ها خیلی قربانی زیادی گرفتن و همچنین راه غربن هم راه خوبی نیه، گه از گاهی اونجا هم مردم ها را پیاده میکند و راه دور دارد. راه دیگر که مثل از دره شکاری طرف پول خمری طرف بغلان میره، این راه که هیچ وقت کار نشده و به اساس بیکفایتی والی و انفادهای زیدخل این پروژه از این گرفته شده، اما کار نشده. و همچنین سرک در صوفیه کولن که از شاراهای اصلی به حساب میاد، بیشتر از 30 کیلومتر پخته نشده و سرک گردن دیوال که سالها آرزوی مردم بودن، این هم هیچ کاری نشده. و همچنین نوار مرزی افغانستان روز روز بامیان روز روز ناامن شده میره. و در گزارش دیروز ولایت بامیان، والی ولایت بامیان و قوماندان امنیه گفته بودند که تعدادی از مهمات مختلف و نو را به دست آوردند، که این نشانگر ایه که در بهار آینده احتمال داره که نگرانی زیاد است که بامیان یک حمله سر بامیان صورت گیرد. اما ما بازم به نیروهای کشفی و امنیتی بامیان باور دارم و اونا شجاع هستند و همیشه شجاع خواهد بود. تشکر. تعداد از باشندگان بامیان مخصوصا در سیغان و کهمرد متشکل از هزاره های سنی و تاجکان است. وضعیت رسیدگی به مشکلات این مردم به چه صورت است؟ چون گاه به گاه شکایات در این زمینه ما دریافت میکنیم. در قسمت شکایات تاجک ها باید بگویم در این 20 سال به هزاره های بامیان کدام توجهی صورت گرفته که به تاجک های بامیان توجه نشده باشد؟ همین حالا اگر شما خوب دقت بفرمایید، اکثریت قریب به مطلق مقامات ولایتی بامیان غیر هزاره هستند. من به طور نمونه میگم، والی بامیان سید اعلی رحمتی از اقوام محترم سادات میباشد، مولوی عتق‌الله معاون والی از اقوام محترم تاجیک، قماندان امنیه زبردستافی از اقوام محترم پشتون، سید جواد حسینی مستوفی ولایت بامیان هم از اقوام محترم سادات، سید علی ناصری از اقوام محترم سادات، سید علی هاشمی از اقوام محترم سادات، رئیس و کار امور اجتماعی از اقوام محترم تاجیک، اینا در کجای از برای هزارها کار شده که برای تاجیک، برای برادران تاجیک میگن برای ما کار نشده؟ خبر شدیم که وضعیت معتادین در سطح ولایت بامیان رو به افزایش است. آیا شما در این زمینه معلومات دارین؟ متاسفانه معتادین بامیان یک معضل اجتماعی کلان برای بامیان شده و این روز تا روز بیشتر شده مره، و هرچی معتادین بیشتر شود از جمله دزدی، راگیری اینا هم بیشتر می شود. در همین اواخر ما شاهدی دزدی های زیادی هستیم. اما این هم برمیگردد برای ای که هیچ نوع برنامه حکومت محلی بامیان در دست ندارد. تنها شفاخانه ای که در بامیان به نام بستر است که اونجا 20 تا بیمار تداوی میکنه و امکانات هم ندارد، کوچکترین از امکانات ابتدایی استفاده میکنه. امکانات زیادی هم در دست است. تشکر. آقای علی شهیر نوشتن که تبعیض علیه هزاره ها ریشه ای است و تا زمان سرنوشت هزاره ها تغییر نمی کند که برای خود و خون خود بها قائل شوند.
متاسفانه بنیاد این ناروایی و تبعیض را از دوران کرزی مسئولین و جانشینان بابا مزاری گذاشت، به خصوص وقتی که به خاطر چوکی های پوشالی مردمشان را خل سلا کردند و قدرت هزاره ها را مساوی به صفر کردند و خائنین را فرصت دادند تا رشد کنند. متاسفانه تبعیض علیه هزاره از زمانهای قدیم بوده و خواهد بود، اما این رهبران سیاسی ما که روی قدرت آمدن، اینا از خود اختیار ندارن. منتها زمانی که بابا مزاری گفته بودن من وزارت نمیخوایم، من چیزی را میخواهم که در امو میز تصمیم گیری باشم. وقتی که هزاره در میز تصمیم گیری نباشد، در امنیت تصمیم گرفته میشه نباشد، در بودجه تصمیم گرفته میشود نباشد، بدتر از این روزگار خواهد شد نه بهتر. همچنین که میدانین مخکش هایی هستند که برای برکناری هزاره از بدنه حکومت تلاش های زیادی میکنند. آقای ابراهیمی، نظرتان راجع به ذکر قومیت های مختلف در قسمت اقوام تاجک و هزاره در تذکره های جدید چیست؟ میخوایم نظر مفصل از شما بشنویم. ما از درج اقوام پشتبانی کردیم، همیشه پشتبانی میکنیم، اما اینی که طایفه را میخواهد به نام اقوام بگنجاند، سرسخت مخالفی هستیم. برای اینکه اقوام محترم پشتون بخواهد همیشه در اکثریت باشد و بالای 50% باشد، دست به چنین توطئه‌ای زدند، طایفه ها را آوردند و جای قوم قبول کردند و جای قوم در تذکره الکترونی گنجاندند، که این خودش یک موزل کلان اجتماعی است. به حل نخواهد شد تا ای که قوم ها به رسمیت شناخته شود. ما مشکل قومی نداریم، مثلا قوم پشتون، قوم تاجیک، قوم هزاره، قوم سادات، قوم بلوچ، ما اینا مشکل نداریم. اما اگر طایفه باشد، پشتون ها هم، اقوام محترم پشتون هم بیشتر از 70 طایفه هست. مثل سدوزای، مامدزای، کروخیل و همچنین ها کذا چیهای دیگه شید. سپاس گفتنیتان به عنوان یک فعال مدنی و یک فرد تحصیل کرده به مردم بامیان که صدایتان را از دریچه خبرگزاری مشنود چیست؟ گفتنی من به مردم عزتمند بامیان این است که بیشتر از این در برابر تبعیض های استخوان‌دوز و نابرابری های حکومت سکوت نکند و صدای اعتراض خود را برای عدالت خواهی و برابری طلبی بلند کند. و هرچی که سکوت کند، تبعیض علیه ما بیشتر می شود، بیشتر خواهد شد. خب در ولایت بامیان در وقت رای گیری همه رو به بامیان می آورد که بامیان بیشترین رای می ده. اما حالا از ولایت بامیان در بدنه حکومت حتی یک وزیر نداریم. این خودش جفای بزرگی در حق مردم بامیان. تشکر آقای عباس پریمینا، اگر ما اینا تخلصشان قسم جنجالی است، ما اگر درست تلفظ کرده باشم، گفتن این والی از کدام مدرس انتخاب شده که بر علیه مردم کار میکنه؟ والی از مدرس اشرف غنی انتخاب شده و علیه مردم کار میکنه، به خاطر که اما اهداف حکومت پیش میبرن. اینا مأمور هستن و مأمور هستن هر چی که از بالا برایش دستور بدهد همون کارو میکنه. والی بامیان اصل از یک اولنگ از ولایت بامیان، از خود مردم بامیان است، اما سابقه درخشانی نداشته. در غور، در دایکندی، در سریپول سابقه درخشان نداشته بوده. هر جا که پای آدم رفته، اونجا به نفاق، خشونت و بی‌باوری مردم به حکومت انجامیدن. آقای ابراهیمی، یک سوالی که در ذهنم همه حالا آمد، ای که چرا والی یک ولایت از خود ولایت باید تعیین نشود با در نظر داشت شرایط جاری که در افغانستان است؟ متاسفانه تبعیض قومی و نژادی در افغانستان کاملا آشکار است. نظر به این شرایط از دید شما، اگر والی از خود مردم باشه، ای بهتر نیست؟ چون صادقانه عمل میکنه، نه مغرضانه و جانبدارانه. خب ما هم درد ما همین بود زمانی که ظاهر بحث والی بامیان بود. اعتراض ما این بود که کسی از خود بامیان به عنوان والی نمیاد. اما وقتی که علا رحمتی از خود ولایت بامیان هم است به عنوان والی آمد، از زیر چکه خستیم، یک ضرب المثل معروف است، زیر نوه نشستیم. والی بامیان تبعیض قومی، نژادی، منطقه‌ای، سمتی اینا را به حد
زیاد گسترش داده که دیگه قابل جبران و جمع کردن نیست. ما مردم بامیان مدنییم و هیچ وقت از کسی را برای از این که از این ولایت باشد و ما کسی را قبول داریم که باید برای مردم بامیان خدمت کنه، اما این والی هم که از خود بامیان کاری نکرده. ناراضی مردم بامیان اینه که در خانه خود خود چرا کار نمیکنه؟ در سر پول کار نکردی، خانه تو نبود. در ولایت غور کار نکردی، خانه تو نبود. در دایکندی کار نکردی، اما بامیان که خانه تو چرا دست به همچون خرابکاری های میزنی؟ تعصب ها بیشتر شده، جنگ همی ترور در زمان خود همی والی آمد، ناامنی ها بیشتر شده. بانو ستاره درخشان نوشتن که والی بامیان از بامیان نیست، از یکاولنگ است. یک بامیان 7 ولسوالی داره. بله. از جمله یکاولنگ یک از ولسوالی هایش است. مثلا یکاولنگ نمبر 1، نمبر 2، سیغان، پنجاو، کهمر، شیبر، ورس، اینا ولسوالی های یکاولنگ چی ولایت بامیانه. اما شاید منظور از او خواهر می باشه که والی باید از خود مرکز بامیان باشه. این که نمیشه. والی وقتی که با ولایت بامیان شد، یه 7 ولسوالی هم از ولایت بامیانه. تشکر بسیار زیاد آقای ابراهیمی. پیامتان به مردم خارج از کشور و مسئولینی که صحبت‌های شما را مشنوه چی است؟ پیام ما به مردم خارج از کشور ایه که نابرابری و تبعیضی که علیه انسان هزاره از جانب حکومت اعمال می‌شوند را به دولت‌های مطبوع خود برسانند و آنها را وادار کنند تا از حکومت مستبد افغانستان حمایت نکنند و کمک‌هایشان را مشروط بسازند تا زمانی که اقدامات علیه تبعیض نشود کمک‌ها را قطع کنند. و همچنین پیامم به مسئولین این است که زندگی کوتاه است و زود تمام می‌شود. کوشش کنید با ارائه حکومتداری خوب از خود خاطرات نیک و خوش را به جا بگذارید، نه اینکه به نفاق ملی دامن بزنید و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کنید. سپاس آقای زمان اخلاقی از کشور استرالیا. سلام تقدیم کردن آقای محمد رضا قاسمی، آقای مرتضی امینی، مرزا بیگ، آقای نیک احمدی و همچنان آقای رضا علیزاده و دیگر دوستایی که اسمشان از پیشم بالا رفته. سلام براتون نوشتن. ما هم خدمتشان سلام میرسانیم. تشکر بسیار زیاد که دعوت ما را پذیرفتن. آقای ابراهیمی، در آخر میخوایم بپرسم آیا موضوعی هست که میخواستن راجع به او صحبت داشته باشین و فراموش از سوالات ما و شنونده شده باشه؟ بفرمایید. والا اگر شما وقت داشته باشین، سوالهای زیادی هست از ولایت بامیان که ما متوجه مسئولین باید کنیم از دریچه همین میدیای شما. بله بفرمایید. سوال هایی که هست، مردم بامیان بیشترین خودشون میدونین که در فقر دست و پنجه نرم میکنن. یکی از سوال هایی که کمک هایی که در بامیان توزیع میشود چرا عادلانه نیستن و به دست مستمندان نمیرسه و همیشه کمک ها سلیقه‌ای توزیع میشه. دیگر ای که بودجه کرونا هنوز معلوم نیه کجا مصرف شده، شفافیت برایش وجود نداره. به طور نمونه میگم، بودجه ولایتی که 30 میلیون افغانی بود، بودجه پول نفت صحت عامه 4 میلیون افغانی، بودجه از حوادث هم روی از اضاف شد و همچنین مؤسسات بین المللی هم کمک کردن، هنوزم هیچ نوع گزارش دهی نشده، هیچ نوع شفافیتی نیست. از کجا معلوم که اینا یک جنس 10 افغانی خریده باشد 1000 افغانی قیمت نگذاشته باشد؟ چرا اینا برای مردم پاسخگو نیست؟ ما خود نمیدونیم که در زمان کرونا، همه مردم هم میدونن که در زمان کرونا هیچ گونه خدمتی به مردم نشده، هیچ نوع خدمات ارائه هم نشده برای مردم بامیان. این رو باید مردم پاسخ، این مردم پاسخش میگه. و دیگه ای که وقتی رئیس صحت عامه را امی امنیت ملی بازداشت کرد، امی امنیت ملی آیا با اسناد بازداشت کرد یا بدون اسناد؟ تا
قراری که همه مردم میدونن امنیت ملی هیچ وقت کسی را بدون اسناد بازداشت نمیکنه. وقتی که با اسناد بازداشت کرد، دلیل چی بود که شورایی شورای ولایتی با اقوام محترمی و اقوام محترم سادات تظاهرات کرد، رئیس شورای ولایتی را آزاد کرد که حتی جنجال از این بالا کشید، آقای عزیزی که او زمان رئیس امنیت ملی بود برکنار شد و رئیس صحت عامه براءت گرفت، از حتی در محکمه براءت گرفت و این وجهه قومی گرفت. بله. دیگه ای که امان طفلی، امان خانومی که در ولایت بامیان در اون مغاره زندگی میکرد، مجبور شد طفل خود بفروشد. مجبور شد که طفل خود بفروشد تا ای که خرج زمستان پول سخت چاپ کنند. اما رسانه ها و دوست ها و ما ها اینا را رسانه ای کردیم تا تا کمک برایش رسید. چرا علاج واقع را قبل از وقوع نمیکنه؟ تشکر. همچنان سوال دارم از همکارم آقای رضایی از شهر لندن. گفتن در جریان این هفته خبردار شدیم که گروه به اسحاق اکرمی مدیر تلویزیون بامیان و 7 کارمند حمله کردند. آیا شما میدونید که علت این هجوم چی بوده؟ بله، متاسفانه که ما باید امو خبرنگار هم که باشیم امو قوانین رو باید رعایت کنیم. قضیه از این قرار بوده که از تاریخ 1 جدی 1398 سه باب بطاق که واقع در سر چونی بوده برای محترم اسحاق اکرمی، برای اسحاق اکرمی در اختیارش گذاشته میشه که در اونجا اکادمی هنر بامیان این رو اندازی کنم و اینجا شرطنامه گذاشته بودن اینا که باید اتاقها رنگ شود، دیوار حیاطه باید درست شود، آب باید چای آب زده شود و برق هم برایش کشیده شود. وقتی که بیشتر از چیزی کم یک سال میگذره اینی قراردادها هیچ وقت عملی نمیشه. اینا چیزی هسته که خود رضا آرمان، محمد رضا آرمان در صفحه فیسبوک خود گذاشتن. اونجا این مدعی شدن وقتی که رفتم که آقا تو هیچ از کارا رو انجام ندادی، باید به اساس مکتوبی که از بالا آمده این ملک دولتی باید تو تخلیه کنی، اما اکرمی ایر تخلیه نکردن. تا ای که گفت من مجبور شدم رفتم خودم بایش کمی درگیری سبوکی کردیم که ایر رسانه‌ای کردن. خوشبختانه که دیروز این مسئله هم حل شدن و همی تعمیر برای رادیو تلویزیون ملی تحویل دادن. آقای اکرمی اما اساس و وسایلی که داشتن از اونجا رفتن جای دیگه. تشکر. همچنان سوال دارم از آقای علی بنیادی. گفتن فکر میکنین چرا فساد در بدنه حکومت اینقدر زیاد است و ریشه‌کن نمیشه؟ به دلیلی که منافع فردی را به منافع جمعی مقدم میدنن. هیچ کس احساس مسئولیت هم نمیکنه. در 20 سال گذشته فساد در ارگانهای دولتی نهادی نشده. فرهنگ مافیات از قانون به یک اصل مبدل شده. هیچ کس ترس از مجازات ندارد. همین است دلیلش که فساد زیاد شده. تشکر. همچنون آقای اخلاقی نوشتن که به نظر بنده ما در سطح بین المللی همه ملت افغان هستیم و باشیم. متشکل از اقوام محترم پشتون، ازبک، هزاره و غیره. این که میگن پشتون همان افغان است درست نیست، چون یک قوم نمیتوند دوتا نام داشته باشد. نظر شما چیست؟ واقعا گفته همه میگه گل همه رنگش زیباست. افغانستان هم با همه اقوامش زیباست. ما پشتون را قبول کنیم، پشتون ما را قبول کنه. همین تذکره الکترونیکی باید را بیفته، ای روی از این کار شده. اقوام ها باید همونطوری که هسته، همونطور هزاره هزاره درد شود، تاجیک تاجیک، پشتون پشتون باید درد شود و دامن به این زده نشود و در آخر دیده شود که کی به اکثریت، کی به اقلیت. اگر این رقمی شود هیچ کس اکثریت هم نبود، همه به اقلیت ها هست. تشکر بسیار زیاد آقای ابراهیمی که دعوت ما را پذیرفتین. امیدوار استم که مشکلاتتان حل شود و این مصاحبه برای شما دردسرساز نشود.
بازم افغانستان انترنشنال میدیا در خدمت تمام محرومین و بی صدایان است. انشاءالله که هیچ مردم ما دیگه بدبختی و این قسم محرومیت تیر نکرو با طرف خود حکومت مرکزی، اگر هم احیانا با مشکلات سر میخورن. شما در منطقه هستین که محرومترین مردم افغانستان اونجا زندگی میکنن و آرامترین و معصومترین مردم همچنان. اگر مشکلات هست، افغانستان انترنشنال میدیا صدای بی صدایان در خدمت مردم محروم افغانستان قرار داره. سپاس از شما و آرزومندی موفقیت های بیشترتان. شما را به الله پاک میسپاریم. تشکر شما اینکه زحمت کشیدین و ما امشب با شما تانستیم مصاحبه کنیم و درد دل مردم بامیان را به گوش جهانیان برسانیم. جهان سپاس از شما. خدا نگهدار. شنوندگان عزیزی بود برنامه امشب ما. سپاس که تا این لحظه با ما بودیم. سپاس از سوالات و پیام‌های زیبایتان. خب ما و شما شاهد هستیم به هر ولایتی که سر میزنیم درد است. درد در هر ولایت، فقط جز بدبختی و درد چیزی دیگر نمیشنویم. مخصوصا که در این اواخر غنی فاشست مردم مناطق مرکزی را زیر حمله قرار داده، که اصلا نمیفهم که چرا دلش سرد نمیشه سر یک مردم محروم، مردمی که حامی از این حاکمیت است و هیچ وقت نه انتحار کردن، نه انفجار کردن، نه اسلحه گرفته در مقابلش استاد شده. اگه اسلحه گرفتنم برای حمایت از خانه و زندگی و جایشان و سر خانه و زندگی جایشان، اینا بیرون از مناطق خود، بیرون از ولایت خود به جای دیگه حمله و لشکرکشی نکردن. از ما و شما حداقل کاری که برمیه کوشش کنیم که انعکاس دهنده صدای از این مردم مظلوم شویم. لطفا فراموش نکنین افغانستان انترنشنال میدیا و مهاجر تیوی صدای بی صدایان است. ما کوشش میکنیم همیشه برنامه های ما بدون سانسور و سوالات شما بدون سانسور با مهمان برنامه در میان گذاشته شود. لطفا با ما باشین. همچنان برنامه فردا را فراموش نکنین. شنونده عزیز لطفا برنامه ها را به اشتراک بگذارین. تا برنامه فردا تک تک شما عزیزان به الله پاک میسپارم. خداوند یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشین. Afghanistan International Media, Voice of the Voiceless.